فاکس نیوز در مطلبی به قلم آدام شاو در مورد توطئه تروریستی رژیم ایران علیه گردهمایی بزرگ مقاومت در ویلپنت پاریس نوشت: رژیم ایران در خاک اروپا توطئه می کند در حالی که اتحادیه اروپا تلاش می کند سپر بلای رژیم در مقابل فشار تحریم های ترامپ باشد. در حالی که اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌ها علیه رژیم ایران مخالفت می‌ورزد، این رژیم حمایت اروپا را با افزایش عملیات ترور در قاره اروپا پاداش داده است. رژیم ایران علیه مخالفان ایرانی و سیاستمداران حامی آنها در اروپا توطئه می‌کند. دولت ترامپ تحریم‌ها را علیه این رژیم یاغی در این هفته اعمال کرد که نتیجه تصمیم آمریکا در بیرون کشیدن از برجام بوده است. این حرکت واکنشی از طرف رهبران اروپا را برانگیخت. آنها گفتند از این تصمیم آمریکا عمیقا متاسف هستند. اما این رژیم در حالی که با ناآرامی قابل توجهی در داخل در رابطه با فساد و سوء مدیریت مواجه است، اقدام به صدور ترور به اروپا کرده است. ماه گذشته یک دیپلمات رژیم ایران که در وین مستقر است، یکی از 4 نفری بود که به خاطر توطئه برای بمبگذاری در یک گردهمایی اپوزیسیون ایران در پاریس دستگیر شد. مراسمی که در آن رودی جولیانی حضور یافته بود. دادستان‌های آلمان اظهار داشتند اسدالله اسدی که عضو وزارت اطلاعات است، مأموریت مراقبت و تحت نظر داشتن گروه‌های داخل و خارج ایران را به عهده داشت. او متهم به طراحی و هدایت این عملیات تروریستی است. نسبت به حضور این رژیم در آلبانی نگرانی وجود دارد. جایی که مخالفین به فاکس نیوز گفتند سفارت رژیم ایران کارمندان خود را افزایش داده و فعالین بلندپایه اطلاعاتی را به آنجا فرستاده است. شورای ملی مقاومت ایران گفت رژیم ایران می‌خواست آنها را در عراق به قتل برساند و عدم موفقیت این کار یک شکست فاحش برای این رژیم بود. پاندولی مایکو نخست وزیر سابق آلبانی برای فاکس نیوز فاش ساخت مقامات آمریکا به او گفتند از سوی رژیم ایران در معرض تهدید است. مایکو به فاکس نیوز گفت من نمی ترسم.